ادامه برنامه صبح فردا هست و در این بخش برنامه در خدمت آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای علی خان عالمی هستیم عالم دین و موضوعی همچنان که میخوایم صحبت داشته باشیم یک از بس موضوعات بسیار مهم است یک از ضروریات هست که در چه در فامیل چه در بیرون در اجتماع در هر جایی که ما هستیم رعایت این موضوع خیلی مهم است و برمیگرده به بر شخصیت ما جایگاه و اهمیت و ارزش ادب از دیدگاه آیات و روایات اسلامی امروز اجاقای موضوع را بررسی خواهیم کرد و ببینیم چقدر تأکید شده روی احترام و ادب در اسلام اجاقا سلام صبح شما بخیر و خیلی تشکر از یک تشریف آوردین بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر و معین در نخست عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر مجری توانا گردانده موفق برادر عزیزمان آقای جویا و همکاران نهایت گرامیش کمال خورسندی و خوشحالی رو دارم که در این زوب زیبا در محضر شما قرار دارم و خیلی ها خورسند سلامت باشین تشکر اجاقه آقا ما هم همچنان خوشحالم که توانستم در یک برنامه دیگر همچنان در خدمت شما باشیم موضوعی که یاد کردیم در ابتدا اگر خود واژه ادب یا احترام که میگیم خیلی جاهای استفاده میشم از اطفال از دوران کوچکی از ابتدا هم میگه که با ادب باش ادب را روایت بکنی نه اگر مشخصا واژه ادب یک معنا شود به نظر شما چه معنا دارد خوبه انشالله منم در نخست یک حالا با وجودی که تعریفات متعددی از ادب صورت گرفته است ادب احترام من به دو نمونه اشاره مونم یک نمونه اینه که میگه ادب هر چیزی که آدم را از جمعی خطا حفظ کند چون ما یک ادب در باب گفتار داریم در باب رفتار داریم در باب صحبت داریم در قبال جامعه در قبال خانواده در قبال دوست بنا. حالا در کل هر آن چی که مثلا انسان را از جمعی خطا چی خطای گفتار چی خطای رفتار چی خطای در برخورد نگهداری که بکند انسان را حفظ بکند اسم اون چیز را میگذاریم ادب بیا مثلا بگیم یک عاملی که انسان باز می از این خطاها اون عامل به نام ادب نامگذاری شده است آمد. یک تعریف یک تعریف را که از امام علی شده خیلی تعریف جالب و زیبای مگه است که انسان را از گناه حفظ کند حالا بیایم یک نمونه مثلا در باب گفتار یک شخص اگر در مثلا در گفتارش ادب مراعات نکند یا اون مثلا حرفش به یک شخص دیگری برمیخورد یا مثلا بگمون اون حرفش مثلا سر از دروغ یا غیبت در می آرد که در کل همیش گناه حساب می شود لذا به گفتار مولای متقیان امام علی ادب آن است که انسان را از گناه حفظ بکند که تعریف زیبا و ارزشمندم هست بله تعریف بله بدون شک پس اگر به این بپردازیم که در ادب و احترام گذاشتن در منابع دینی ما در آیات روایات چقدر روش تاکید چه از یک طرف و جایگاه و ارزش ادب را چگونه هست در آیات روایات اسلامی خب با توجه به آیات قرآن که از مسئله ادب در ابعاد مختلف نام برده و صحبت شده است من به چند نمونه اش اشاره میکنم من باب مثلا شاهد مثال من. یکی ادب در باب ورود در مکان مقدس است آیه قرآن است که در این آیه قرآن در حقیقت حالا بگیم در ظاهر مصداق حضرت موسی ولی در واقع همه رو مصداق قرار داده است که آیه قرآن هم به این مضمون است این انا رب بکه خدا به موسی میگه من پروردگار تو هم فخلا نعلیکه کفشهایت هایت را بیرون بیاور این نکه بلواد مقدس تو که تو در سرزمین مقدسی تو هستی گرچن خود لفظ توا در حقیقت به معنای پیچاندن است ولی در اینجا اسم سرزمین گذاشته شده به خاطر که به خاطر که چون اون سرزمین همراه با معنویت ها بوده است لذا تعبیر تو داشته است خداوند به موسی خطاب میکند بعد از اینی که میگه این نه رب بکه مگر موسی این سرزمین خیلی با فضیلته چون این سرزمین سرزمین نزول وحی است در این سرزمین وحی نازل میشد در این سرزمین مقام رسالت به اتمام میرسد لذا میگه با تواضع با ادب تو وارد این سرزمین بشو <متصفح> این یک نمونه که امروز ما در عرف ما هم داریم وقتی میبینیم مثلا افراد اشخاص داخل یک مسجد میشه یک حسینیه میشه چون مکان مقدس است <متصفح> خب کفش را رو بیرون میکشد کسی را ندیده ایم که مثلا با کفش داخل یک مسجد یک حسین شد لذا این آخرین مرحله ادب است که ما وقتی وارد یک مکان مقدس میشیم چی مسجد چه حسینیه فرق نمی کند باید که مثلا کفش های من را بیرون بکشیم بس. چون این نشانه ادب است این یک موارد که در باب ورود به مکان مقدس شهره شده است موارد دوم خیلی مهم است مسئله ادب در برخورد با والدین بله آیه قرآن است در این زمینه که میگه اذا اخذنا آیه 83 سوره بقره میگه اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل خداوند میگه وقتی من پیمان بسته کردم با بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله عبادت نکنید مگر خدا را در ادامهش میفرماید و بالوالدین احسانا با. بالوالدین احسانا یعنی به این مضمون یا به این عنوان که وقتی با پدرت با مادرت رفتار میکنی رفتار معدب آمیز داشته باش لذا وقتی بیایم این آیه قرآن مورد بررسی قرار بدیم دو عامل مهم بیان شده است که باعث سربلندی یک ملت است باعث جاویدانی یک ملت است باعث زنده نگاه داشتن یک ملت و یک جامعه است که یکش مسئله عبادت پروردگار است که خیلی مهم است و مسئله دیگر هم مسئله برخورد معدب با والدین با پدر و مادر وقتی ما بات با تاجا به اون مقامی که پدر دارد مادر دارد خلاص اون زحماتی را که پدر و مادر متحمل میشد در قبال یک فرزندش وقتی اینها را بررسی کنیم این خود به خود ایجاد میشد حالا این عقل من یا به اصطلاح وجدان من اجازه نمیدهد که ما نسبت به خانواده نسبت به پدر و مادر برخورد مؤدب آمیز نداشته باشیم بله خب جواب صحبت شما هم نشود واقعا از همین آیه قرآنی شما تلاوت کردین جایگاه پدر و مادر والدین هم مشخص بله، میشه که اینجا مشخصا نامده بعد از عبادت, پروردگار. عبادت احسان و ادب گذاشتن و احترام کردن به والدین جزی از ضروریات است مرحله اول عبادت پروردگار مرحله دوم بله. احترام واقعا این جایگاه پدر و مادر مرسونه که انشالله یه ادب احترام حفظ شود بله منم نمزین صفحه تلویزیون راه فردا که میکنم برای جوانان نو جوانان که در قبال احترام به پدر و مادر خیلی باید مواظب باشد نشود که فرض مثال یک اوفی حالا یک حرف سخت بگوید چون وقتی ما زحماتش را بررسی بکنیم دیگر هر تلاش که ما میکنیم یک ذره از زحمت پدر و مادر را جبران بله. خب این دو تا آیه آیه سوم هم که در باب ادب اشاره شده است در باب ورود به, به خانه است حالا اینش چی متعلق به خانه پدر و مادر باشد چی به خانه دوست باشد میگه وقتی که وارد یک خانه میشوید با ادب وارد شوید که آیه قرآن هم هست یا ایها الذین آمنو سوره نور آیه 27 یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسو میگن در خانه خودتان داخل شوید بدون اجازه ولی در خانه کسی دیگر اگر میخواهید داخل بشید حتی تستعنس اجازه بگیرید حتی روایت داریم اگر میخواهد داخل خانه پدر شود مادر شد باید اجازه بگیرد بله. اگر داخل خانه دوست اتاق رفیق داخل شد باید اجازه بگیرد چرا به خاطر این ادب را میرساند این اجازه گرفتن در ظاهر شاید خیلی کوچک باشد بله. ولی در حقیقت ادب یک شخص را میرساند لذا پیامبر بزرگوار اسلام وقتی داخل خانه حضرت زهرا میشد اجازه میگرفت من دخترش, که دخترش بود بله بود. اجازه میگرد چرا؟ چون اینها نشانه ادب است این سه تا آیه که به عنوان حالا شاهد مثال یا مصداق ادب که از قرآن خدمت دوستان عرض کردم بل. حالا با وجودی که وقت بیشتر گرفته نشود حالا روایات هم در این زمینه مطرح شده است که من به دو سه تا نمونهش اشاره میکنم روایت اول از امام علی علیه السلام است که روایت خیلی دقیق هم هست این بزوی العقوله من الحاجت الى الادبه کما یزم و زرعو الى میگن ادب برای انسان های مانند یک کشتزار نسبت به آب است بله. وقتی یک کشتزار حالا در یک زمینی اگر اونجا بخواه گندم رشد بکند یا مثلا حبوبات رشد بکند قطعا آب لازم دارد بله. و این هدبم نشانه عقول یک فرد عاقل است یکی از نشانه های انسان عاقل این است که ادب داشته است این یک روایت روایت دوم هم از امام علی است که خیلی جالب است مگه هیچ رتبه بالاتر از ادب نیست لذا وقتی بیایم در کلمات ائمه نگاه کنیم بیشتر جای لفظ تربیت از ادب استفاده کرده بله جای لفظ احترام از ادب استفاده کرده است لذا امام علی چی میگه میگه ادب برای انسان یک ریاست است ادب برای انسان یک زیور است حالا ببینیم وقتی یک دختر خانم یک زیور به گردن میکنه یا به دست چقدر زیبا معلوم میشه ادبم برای انسان به همون اندازه زیبایی میبخشد بله. این دو تا روایت روایت سوم از امام صادق است که میفرماید این اجلت فی عمرت یومینه مگه اگر دو روز در عمرت باقی مان فجعل همال الادب. یک روزشان برای ادب قرار بدین بله. یک روزش برای ادب قرار بدی چرا چون این ادبی که تو اینجا داری در عالم دنیا در آخرت به درد تو آدم میخورد این موضوع بررسی حالا این ادب بررسی ادب از دیدگاه آیات و روایات بله خیلی زیبا بند کردین آج با امی به که میگه شاید مثال از مثال, دارم با شاید مثال مستاقهای بسیار زیبایی که بند کردین در واقع همی ادب و احترام است که شخ... نشاندهنده نشان دهنده شخصیت یک فرد میشه در هر جا و در هر ارتباطات که ما باشیم در هر مکانی که باشیم حالا فرض را بری بگیریم که افراد می ادب و احترام را با این مکان و جاهایی که یا در مقابل افرادی که شما یاد کردین رعایت نکنه حالا عاقبت اینها چی میشه مثلا اسلام چگونه اینها را سرزنش کرده یا چی گفته هایی درباره اینها هم داشت داره؟ ببینید من میخوایم یک نکتر بگم همیشه وقت آدم در جامعه دنبالیه در قبالیه که باید مورد مثلا محبت و دوستی مردم قرار بگیرد بله. مورد لطف مردم قرار بگیرد یعنی مردم با یک دید مثبت به آدم نگاه کند لذا بدترین پیامدی که مثلا یا پیامد منفی که ادب به ادبی داره ایه وقتی یک شخص در زندگیش مثلا ادب نداشته باشد در گفتار در رفتار در برخورد با جامعه با والدین با خانواده خب اولین پیامدش ایه که لطف و محبت مردم نسبت به آدم کم, کم میشه. یعنی در حقیقت او آدم نسبت به جامعه در داخل جامعه در داخل خانواده جایش تنگ میشه. در حالی که داره. ما خب با اجتماع سر کار داریم. خب افرادی هستیم که باید با اجتماع باشیم. وقتی انسان از اجتماع دور بشود حالا که یکی از عاملش همین به ادبی است قطعا انسان از اجتماع و جامعه دور میکند خود دیگه بیشتر از این پیامد منفی نمیشه دیگر. حالا ادب یک،, یک چیز آموختنی هست وظایف والدین هست وظایف اساتید هست یا خود شخص باید فرا بگیرد البته در کل در مرحله کودکی برمیگردد به خانواده به پدر و مادر لعنی. لذا مثلا اگر بیا مثلا ببینیم وقتی یک فرزند معدب بار آمده قطعا در خانواده پدر و مادر ادب رعایت کرده است بلد. وقتی ببینیم متاسفانه که در بعض از جا خانواده ها هم وجود دارد وقتی پدر و مادر ادب نداشته باشد در گفتارش در رفتارش قطعا چون انسان یک موجود تغییر پذیره بلد. قطعا روی مثلا کودک اثر میگذارد لذا اگر بخواهد یک کودک معدبانه بار بیاید در گفتار در رفتار در برخورد باید این را پدر و مادر برایش بیاموزد چون این از در مرحله کودکی از جانب پدر و مادر است بله. و در مرحله جوانی و بعد از اوک مرحله کهانسالی بیشتر به خود شخص برمیگردد به خاطر اینی که در قبال جامعه اگر یه آدم بخواد از محبت برخوردار باشه از لطف و عنایت و از برخورد درست جو مثلا برخوردار شد از قبال مردم یا از نزد جامعه قطعا باید عدم مراهات بکنند پس مسئولیت اصلی و ابتدایی که برمیگرده به همین بله. به خانواده ها از ابتدا اینها باید برنامه خوب داشته باشند مثلا ای که چگونه فرزندشان را آموزش بدن و چه رفتارها و گفتارهایی را به اینا آموزش بدن اونا در بزرگ سالی هم اینا کذار است دیگه چیزی که در کودکی یاد میگرد تا کلان سالی تا بزرگ هم میشه میمانه باقی میمانه دیگه حدیثی از امام علی هم که داریم اگر امو اصل واجه عربیش شاید فعلا ذهنیم نباشه که میگه چیزی که در کودکی وقتی یک کسی یاد میگیره میخواید چیز بیاموزه با کلان سالی خیلی فرق میکنه در کودکی چیزی که در خود سالی در کودکی چیزی که یاد بگیریم دیگه فراموش نمیشه خیلی سخت است که فراموش شود حالا بل. نمونه بله. یم هست علامه تبا که همه شما آگاه هستین که امروز خوشبختانه خیلی اثرات گرانبه ها در عباد مختلف علمی در زندگی نامه خودش آمده که این مرحله که به اینجا رسیده است بله. یک عاملش ای بود که مسئله ادب رو در کودکی پدر و مادرش بیشتر رویش احترام گذاشتن بله. بیشتر مسئله ادب رو رویش ارزش قائل شدن که حتی یک شخص آمدن هم محذر مادر علامه تبا گفت ما امید نداشتیم که فرزند تو علامه شد گفت ما با اون ادبی که داشتیم با اون تربیتی که داشتیم نسبت به این فرزند ما امید داشتیم که فرزند میمام صادق شود شما میگین می که علامه با تبایی نشد بله. خب اینا در کل بیم مثلا خلاصه اینی که مسئله ادب ریشه در پدر و مادر دارد بله. باید پدر و مادر در دوران کودکی فرزند مسئله خیلی مواظب باشد اگر گفتار پدر رفتار پدر نادرست باشد برخوردش قطعا کودک همو یاد میگیره و اون مثلا میگه خشت اول گر کج نهی ما رو تا آخر کج داد اگر از کودکی به ادب بار اومد دیگه تا آخر همو سلسله دوام داره بدون شک خیلی تشکر از لطف کردن از صحبت‌های خیلی مفید در واقع صحبتهای بسیار کاربردی و با احمد برای خانواده های عزیز در اخیرم خیلی کوتاه اگر پیام و حرف شما باقی مانده باشه گرشن پیام خاص نداریم تنها پیام مهیه که خانواده های گرامی حالا باید در قبال فرزندش چی از دیدگاه ادب چی از دیدگاه احترام چی از دیدگاه تربیت خیلی باید متوجه باشد بله. چون همه کودک فعلا کودک آینده جامعه ای یک روز امید دارد که یک جامعه و یک ملت و یک مجموعه رهبری کند لذا از این جهت تنها پیام مایی که در باب ادب و در باب احترام فرزندانش خیلی باید کوشا باشه بله بدون شک خیلی تشکر خوش <تصفح>